خب گام دومانجا رو قرار براتون اجرا بکنم. پس متوجه شدیم که درجه تسلیه گام ماژور 1، 4 و 5. شما نیازی نداره هیچ کدوم از این آکوردهایی که من تو این جلسه بهتون نشون دادم، نه دو ماژور، نه فا ماژور، نه سول ماژور رو نیاز به گرفتنش نداریم، تمرین کردنش نداریم. فقط متوجه بشین قضیه رو، اینکه گامو خوب بشناسین، آکوردهای اصلی در از هر گامو بتونین بشناسین، همین که فرض میکنم. من این آکوردها رو بعدا توی جلسات دیگه باهاتون کار میکنم. خب دو ماژور رو اجرا میکنم. این توی یک اکتاب یا گام اولمون در از اجرا کردیم توی این پوزیسیون، و بعدم وقتی این دو رو میزنم میگم دوی یک اکتاب پایین ترش میخوام اجرا بکنم، یعنی اینکه ما 8 تا نوت درست میشماریم که به نوت بعدی برسیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. این دویی که صدای زیرتر داره یک اکتاب بالاتر از این دوی قبلی، این دو هم همینطور، این دو یک اکتاب بالاتر از این دو، و این دو یک دو اکتاب بالاتر از این دو میشه. پس اینم از مفهوم اکتاب برای اینکه راحت بتونید متوجه بشین. خب اینو فقط سعی کنید گامو اگر بتونید با مترونوم اجرا بکنید خیلی خوبه. مترونوم روی سرعت 80 بذارید، 80 که فرض میکنه. سعی کنید تا جایی که میتونید تمپو یا سرعت آهنگو بیارید پایین، ولی تمیز اجرا بکنید، بدون خطا اجرا بکنید، چون اصطلاحا کثیف ساز زدن باعث میشه این عادتتون بشه، ولی هیچ قطعی رو نتونید تمیز و درست اجرا بکنید. من یه بار دیگه براتون کامل رفت و برگشت این پوزیسیون یا گام دو ماژور رو براتون اجرا میکنم و بیریم تا جلسه بعد. پس میشه چی؟ دو ره دو فا سول.